خب سلام خدمت شما مخاطبین و محترم، امروز در خدمتون هستیم با یک فراخوان ویژه از کمیته دفاع از محیط زیست. مهمان برنامه‌مون آقای اصغر خدابنده سامانی هستن. موضوع برنامه حقابه هیرمند هست و امروز پنجشنبه 22 ژوئن ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی در خدمتون هستیم. دعوت میکنم از دوستان و فعالین حقوق بشر ما را از وبسایتمون و دیگر پلتفرم هامون در ساعت تمایل دنبال کنند. سلام خیلی خوش آمدید. اجازه بدین کامنت ها رو ببندم و برنامه شروع کنم. خیلی خوش آمدید آقای سامانی. قبل از اینکه بیایم من فرخوان رو برای مخاطبین خوندم. امروز قراره در مورد حقابه هیرمند صحبت کنیم. در خدمت آقای سامانی هستیم، فعال حقوق بشر، اعضای محترم کانون و فعال محیط زیست. بدون فوت وقت بریم سر اصل موضوعی که قراره امروز روش صحبت کنیم. حقابه هیرمند همونطور که حالا خودتون و همه دوستان در جریان هستن، یکی دو سالی هستش که بحث داغ رسانه‌ای هست و خب توی این چند وقت اخیر بیشتر داریم میبینیم که ازش صحبت میشه. من فکر کردم که خیلی خوب اول با یک مقدمه در واقع آغاز کنیم بحثمون رو، که اصلا این داستان حقابه هیرمند در واقع از کجا، چه تاریخی شروع شد و یک کوچیک در مورد این که مشکل الان امروز بر سر چیست. بفرمایید. با سلام خدمت همه دوستان و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد. بحث امروز در مورد حقابه هیرمند هستش. من اول خدمتتون بگم که ما قسمت، حالا میشه گفت که تو استان سیستان و بلوچستان دو تا، که میشه گفت در شرقمون، شرق کشور، دو تا رودخونه، رود مهم داریم که از افغانستان سرچشمه میگیرن. یکیش هیرمنده و دیگریش حریر رود. خب هم هیرمند و حریر رود حدود هر کدوم 1100 کیلومتر طول دارن که از کوههای بابا از هندوکش افغانستان سرچشمه میگیرن و بعد از اینکه از افغانستان رو طی میکنن وارد ایران میشن. حریر رود بعد از اینکه وارد ایران میشه بعد وارد ترکمنستان میشه و در اونجا حالا در کشور ترکمنستان دیگه خاتمه پیدا میکنه. قسمت حریر رود ما شاید هیچ توافقنامه‌ای داریم با کشور افغانستان، نه زیاد هم در این مدت بحث از حقابش میشه، با اینکه رودش کاملا داره خوش میشه هم در سمت افغانستان هم در سمت ایران و ترکمنستان. خب روی این رودخونه حریر رودم زیاد، حالا یک صد کشور افغانستان داره به نام سلما، یک صد ایران صد دوستی با ترکمنستان زده و حالا زیاد تنش روی این نیست، با اینکه کمابی هست، خوشسالی هست برای همه کشور، ولی تنش زیادی را تو این کشور متوجه نشدن تا حالا. ولی بحث اصلی ما هیرمنده که اون هم از افغانستان سرشش میگیره، از گوهای هندوکش و میاد، اونم تقریبا 1150 کیلومتره میاد وارد خود افغانستان میشه، میاد و در انتهاش در بند حالا یا سد کمالخانه که از اونجا یک کانال انحرافی داره و میاد آب به سمت ایران. حالا بیشتر به من میاد سمت ابتدا اگر بارندگی خوب باشه و حقابه رعایت بشه و یا سیلابی باشه میاد هامونای پوزک و هامونا پر میکنه خود دریاچه هامونا، بعد میاد سمت تالاب یا هامون آبری داخل خاک ایران. خب ابتدا این بحث های آبی، تنش آبی تقریبا یک میشه گفت سابقه طولانی داره در زمان قاجار که میشه گفت حدود 150 سال شاید قدمت داره که این مسائل بین این کشورها بوده. ولی خب در این چند سال، در سالهای گذشته، خب بحث خوشسالی نبوده، جمعیت زیاد نبوده، شاید به این حجم کشاورزی نمی کردن، از آب استفاده نمی کردن. مهمتر از همه اینا روی این سد، روی این رودخونه سدی وجود نداشته و بعد سیلاب و آبی که وارد خود به خود وارد ایران می شد کسی نمی تونسته جلوشا بگیره. همون سال هم تنشی وجود داشته ولی به این شدت نبوده.
خب میگم که خب اصل کارم این بوده که جمعیت ایران هم بهتر کمتر بوده، جمعیت افغانستان هم کمتر بوده، ولی اوج تنش ها تقریبا میشه گفت که اولین بار تنش بابت ایران و افغانستان خب برمیگرده به زمانی که بحث مرزی داشتن، که افغانستان هم مستعمره انگلستان بوده، که انگلستان میان یک نفر از انگلستان آقای گلدسمیت میاد مرز رو مشخص میکنه و در اون بحث حقابه را بحث سهم آب رو مشخص نمیکنه، فقط میگه آب را باید استفاده کنید و به هم صدمه نزنید و چیزی ایجاد کنید، نیایید یه کانالی سدی چیزی ایجاد نکنید که به هم دیگه صدمه وارد کنید بابت برداشت آب، و این بحث ها میکنه. بعد از اون خب مشکلات زیاد به اون شکل نبوده، اوج مشکلات میرسه به زمانی که تقریبا سال 1959 زمانی که سد کجکی و روی رودخونه احداث میشه و شروع میکنه آبگیری کردن. همون سال خب مردم زابل بیشتری مشکلات رو پیدا میکنن که حتی مجموعه به کوچ میشن به گلستان، خراسان، بعضیش برمیگردن سمت افغانستان. اون زمان دولت میاد برای اینا یه سری پول بهشون میده، یه سری کاری بهشون میده، حتی خود نماینده این منطقه الان عنوان میکنه که اون زمان به اینا میمدن گندم میدادن، نمیدونم 150 کیلو گندم بهشون میدن رایگان که اینا گندم میبردن میفروختن، به نوعی حمایتشون میکردن. این مسائل بوده، ولی خب اون زمان که این مشکلات پیش میاد دولت وقت میاد یه تری با ژاپنیا میچینه به نام که بحث آب ببینه چطوریه. ژاپنی یک سری حفره بوده اونجا که این حفره ها را میگن خب اینا رو پر از آب کنین زمانی که پر آبی باش استفاده کنین، که حالا اسم اینا چاه نیمه معروف شدن، که 4 تا چاه نیمه ما داریم تو منطقه و 1.6 میلیارد متر مکعب ذخایر این چاه نیمه ها هستن. این تا حدودی حالا مشکلات بعد از حتی بحث سد کجکی هم مشکلات حل بوده، حالا برداشت آب انجام میشده. اوج تنش خب هر سال آب کمتری به ایران میدادن، سدهای زیادی، بندهای زیادی روی این رودخونه احداث شده از طرف افغانستان و اوجش رسیده تا میرسه به سال 1357 که این تنش ها باعث میشه که با حالا وسادت آمریکا یا چند سال قبل که میان یک حالت بیطرف، یک کمیسیون بیطرف، منم کمیسیون دلتا تشکیل میدن، حالا یک نفر از شیلی بود، یک نفر از آمریکا، یک نفر از کانادا و یک نماینده از ایران، که میان حقابه ایرانا در اینجا آخرین حقابه که برای ایران مشخص میکنن 22 متر مکعب در ثانیه بوده، که ایران اعتراض میکنه و به 26 متر مکعب در ثانیه میرسونن که جمعا میشه 820 میلیون متر مکعب در سال که باید حقابه آبیه که باید افغانستان به ایران بده، که این مشخصات آخر آخرین چیزی که به توافق میرسن، به توافق و معاهده 1351 میرسن زمان آقای هویدا و یک چنین قراردادی عهدنامه بین ایران و افغانستان بسته میشه که ایران سالانه این مبلغ رو از افغانستان باید طلب کنه. خب بعد از اون خب میفته حکومت افغانستان، دوباره میفته دست طالبان، طالبان میان سد بند کمالخان رو شروع میکنه احداث کردن و خب دول از نظر سیاسی و حالا مسائل مذهبی هم با این روابط خوبی نداشتن تو اون چند ساله و متاسفانه آب دوباره وارد ایران نمیشه و تنش رو دوباره شروع میشه و تا زمانی که دوباره طالبان رفتن و باز مقداری آب رهاسازی شد، حالا بحث سیلاب ها رهاسازی میشه به سمت ایران، تا اینکه بند کمال خان دوباره سال 1400 افتتاح شد زمان قبل از طالبان و حقابه ایران متاسفانه دیگه اصلا رعایت نمیشه، چون هم سد بند کمال خان آب پشتش انبار میشه به نوعی و همین که یک حالت مسیر انحرافی پیدا کردن و خودشون ایجاد کردن که آب رو میفرستن به سمت مرز پاکستان به نام گودزره و اونجا آب انبار میشه. حتی رو نقشه های گوگل هم اگر دوستان برن نگاه کنن الان اونجا آب هست، یعنی هم سدها پر آب هستن هم بعد از اون هم که و اصل این موضوع اینه که در بند ماده 5 معاهده نامه 1351 تعهد کردن کشورها که دیگه چیزی روی این رودخونه ایجاد نکنن که به حقابه هم دیگه صدمه بزنن و حتی گفتن که بعد از بند کمال خان به بعد دیگه هر آبی میاد باید حقابه اینا رعایت بشه و چیزی احداث نشه و اگر هم بخواد چیزی احداث بشود باید با هماهنگی دو کشور باشه، ولی متاسفانه دیگه این چند سال
تنش ها به اوج رسیده و الان هم که کلا آب قطعه. و متاسفانه مشکلی هم که الان هستش حتی به خاطر خشکسالی ها و نبود آب و سیلاب ها، حتی چاه نیمه های هم چهار تا چاه نیمه هم حجم مخزنشون چیزی که خود امسال دولت اعلام کرده به 6% رسیده، یعنی حجمی که 1.6 میلیارد متر مکعب بوده تقریبا حدود کمتر از 100 میلیون متر مکعب آب داره که اینم آب شور به خود زابل و قسمتی از سیستان رو قبلا میداده. حالا بحثای کشاورزی و خب دامداری که دیگه کلن به نوعی میشه گفت از بین رفته. و تا حالا یک چیزی هم که اصلا خدمتون بگم، زمانی که سد توسط آمریکایی‌ها احداث شد، سد کجکی، سد کجکی خود سد خیلی بزرگیه که حجم مخزنش 1/3 حجم آب رودخونه هیرمند هست یا هیلمند، حالا بهش میگم خدا افغانی ها کشور افغانستان. بحثی که هست این سد با توجه به درگیری ها و جنگایی که اونجا پیش اومده، اون زمان شوروی حمله کرده، حالا یک سری بحث ها و نفوذهای کمونیست در منطقه، به نوعی نصف کاره مونده. حتی دریچه های اضطراری نصب نشده، قسمتی از سد کامل نشده بود که این مدت هم حجم زیادی از سیلاب و آبی که وارد ایران میشد به دلیل این بود که سد پر میشد، از دریچه قبل از پر شدن سرریز میکرد به نوعی و از دریچه ها تخلیه میشد به سمت ایران. خب ولی بعد که اومدم پایین تر چند تا سد بند کوچیکتر و سد کمال خانه زدن و آب هم منحرف کردن به سمت گودزره، دیگه آبی به سمت ایران نمیاد متاسفانه. سوال منم ازتون همین بود آقای شما، یه سد کجکی در واقع به لحاظ جغرافیایی توی ایران زده شده؟ ببین سد کجکی میشه گفت حالا دقیقا نه، ولی تقریبا در انتهای مسیر این رودخونه هست. بعد از حالا یک روستایی دارن یا دهی دارن اینا به نام چهار برجک که بعد از اونه. اونجا تونستن قبلا از ده یا حالا روستای چهار برجک آب منحرف میشد و به سمت تالاب های ایران میومد، به سمت دریاچه خامون میومد و بعد سرریز میکرد و میومد تا تالاب صابری. ولی الان بحثی که هستش، آب ابتدا که خب توی حجم زیادی از آب که توی سد کجکی هستش، بعد از سد کجکی خب برداشت های بسیار زیادی کردن به خاطر کشاورزی، کانال های انحرافی خیلی زیادی زدن افغانستان. بعد از اون اومده بند کمال خان که الان مهمترین چیزه، آب اونجا هم انباشته میشه و آبی هم اگه سرریز بکنه دوباره اون هم به صورت خودشون طبیعی به صورت دستی به نوعی اونا منحرفش کردن به سمت گودزره و آب اصلا از کشور افغانستان به نوعی آبی خارج نمیشه به کیر، حتی سیلاب هم بیاد دیگه خارج نمیشه متاسفانه به این شکل. پس سد کمال خان هم در واقع داخل خود مرز افغانستانه؟ داخل خود کشور افغانستان هستش. بله، ما سد مشترک، فقط سد مشترک حالا روی رودخونه فقط دوستی داریم، سد دوستی که با ترکمنستان که روی حریر رود هست که اون هم وضع خوبی نداره، آب چندانی انبار نیست، اونم با کشور ترکمنستان مشترک هستیم، با افغانستان مشترک نیست. در مورد عهدنامه همین ایران و افغانستان که در سال 1351 بسته شد توضیحاتی دادید، میخوام ببینم که موضوع دیگه ای هست که در مورد این عهدنامه بخواییم بهمون بگید، در واقع معاهده حقابه بوده که در مورد این بسته شدن در واقع این معاهده و سالی که این اتفاق افتاده در واقع؟ خب مشکلی که پیش اومده خدمتتون گفتم تقریبا برمیگرده به سال 1327. در اون زمان بحثی که بوده، خب افغانستان دوباره بحث حقابه را رعایت نمی کنه و چندین مرحله بین ایران و افغانستان توافقاتی شده، یک بار 50% آب به سمت ایران، 50% به سمت افغانستان، که خب افغانستان قبول نکرده و هیچ موقع این حکمیت ها و این به قول معروف تعهدنامه ها یا کشور ایران قبول نکرد یا افغانستان و به نتیجه نرسیده و همین تنش های ادامه داشت که اوج تنش ها برمیگرده به سال 1327 که اون زمان خب ایران میخواسته از دست به نوعی افغانستان در جوامع بین المللی شکایت کنه، آمریکا اومده واسطه شده که این کار انجام نشه. خب دستش هم این بوده که خودش داشته سد کجکی را اگر باید بحث به جواب بین المللی میکشی شاید میمنن جلوی صدا میگرفتن و توقف میکردن و شاید نمیذاشتن. پس اون زمان بالاخره به تاب نفوذی هم که ایران روی ایران داشته اومده واسطه شده که این اتفاق نیفته و بیان از طریق حالا مسالمت آمیز حلش کنن
که از اون زمان 1327 اومدن، حالا من گفتم یک کمیسیون بی‌طرف به نام دلتا تشکیل میدن که این کمیسیون با یک نفر از شیلی بوده، آمریکا و کانادا و یک نفر از ایران بس قابل را مشخص میکنن. از اون زمان خب طول میکشه، تنش‌های دیگه ادامه پیدا میکنه، بحث‌های سیاسی از طرف ایران پیش میاد که این بحث نهایتش در سال 1351 به نام عهدنامه میرسه و امضا میشه که اون سال قرار بر این شده که دیگه سالانه 850 میلیون متر مکعب آب سهم ایران باشه. درسته. ممنونم. به نظرم که مقدمه خیلی کافی و جامعی بود که در مورد حقابه به صورت کلی از پایه تا الان به همون ارائه دادید جناب سامانی. بحث بعدی که به نظرم مطرحه، حالا از همه اینا که بگذاریم میرسیم به راهکارهایی که باید انجام میشد، در واقع جمهوری اسلامی باید بهش میاندیشید و نیاندیشید و کار به اینجا کشید. در واقع یه مقدار در مورد این راهکارهایی که میشد بهشون بپردازن در واقع و نپرداختن برامون بگید. خب ببینید، خدمتتون گفتم خب چند سال پیش به خود زمانی که صد، حالا سال 1159 که صد کجکی افتتاح میشه به نوعی و آبگیری میشه، خب همون سال هم خیلی مشکلات پیش میاد برای این مناطق و چون حقابه کم میشه، در حال صدی با اون حجم بزرگ تا بیاد سالهای اول آبگیری بشه و پر بشه و بتونه حالا سرریز کنه که بتونن برداشت کنن، خودش زمان بر بوده و در حال باعث خوشحالی در منطقه سیستان به خصوص شهر زابل میشه. خب همون سال حالا دولت وقت میاد، خب یه کارایی میکنه با کشور خودتون گفتم ژاپن که میان چاه نیمه ها را ایجاد میکنن. خب چون هنوز بند کمال خان وجود نداشته، سرریز سد تو حالا بحث برداشت آب کمتر بوده و مسائل دیگه، این چاه نیمه ها پر میشدن و قسمتی از مشکل حل میکردن. خب مثل طبیعی هم بودن این حفره های زمین، اون زمان این کار کردن، ولی به هر حال از همون زمان تا الان هیچ موقع نیمدن شاید فکر درستی بکنن و از هم از نظر بحث سیاسی و قانون بین الملل، هم از نظر حالا بحث های داخلی، یکی این که خب هیچ موقع نیمدن ببینن که حجم آبی میخوان واقعا، چه کشاورزی بکنن، چه چیزی اصلا اونجا پرورش بدن یا آموزش کافی به کشاورزان دادن. حالا اون زمان شاید به این شکل آبیاری مدرن نبوده، ولی الان که هست چند سال هست حالا این اتفاق نیفتاده و خب حجم زیادی ما داریم آب مصرف میکنیم، به هدر میدیم. این مسائل هم متاسفانه، یعنی کشاورز ما کشاورز میشی گفت حالا از نظر بروز بودن بروز نیست، به نوعی بی سواد، نه از نظر کشاورزی، از نظر اینکه بروز نیست، کشاورزی به صورت به قول گفتن غرقابی انجام میده و هدر یادی در اون منطقه که میدونن خوشحالی هست. یک مسئله دیگه که داره اومدن حتی آب شرب اون منطقه رو پابند کردن به همین دریاچه، حالا میشه گفت یه کشور بیگانه که هر آن امکان داره آب رومون ببنده و یا اصلا خوشحالی توش پیش بیاد و آبی به سمت ایران نیاد. حالا تو این چند سال و این کار کردن، از همه مهمتر مشکلاتی که پیش آوردن آمدن بحث زهکشی ایجاد کردن تو این چند ساله که واقعا غیر کارشناسی بوده، من سیستم های آبیاری زهکشی را انجام دادن توی حالا همون قسمت هم خیلی از مناطق دیگه ایران که متاسفانه اومده حتی نم و رطوبت زمین هم کشیدن و به نوعی هر کوچکترین جاهایی هم که اگر یک رطوبتی هم مونده بوده اونجا رو هم میشه گفت خوش کردن. این هم مسئله بوده که به جای اینکه یک فکری براش بکنن نکردن متاسفانه. و از همه مهمترم این که وقتی که عهدنامه 1351، حالا عهدنامه های قبلی به تایید نشده و مشکلاتی بوده، 1351 تایید شده، بعد از اون هر موقع که خب دستم خدمتتون بگم در پرانتز دلیلی نمونم که عهدنامه 1351 به توافق رسیده همون فشار آمریکا بوده. اون ابتدای سال صدا داشته احداث میکرده، بعد از اونم به خاطر اینکه کمونیست توی افغانستان نفوذ زیادی کرده بوده، خب میخواسته که حالا افغانستان با ایران درگیر نشه و شاید اون منطقه کمونیست غالب نشه، چون کمونیست از اون هم افغانستان هم به سمت ایران بوده، به این خاطر بوده و خود ایران هم حالا حمایت کرده با همکاری آمریکا، اومدن این عهدنامه رو قبول کردن با اینکه حجم آب ایران و حقابه ایران که 50% بود اون ابتدا، اومدن کمش کردن به خیلی حجم کمتری رسید، ولی باز هم یه قرار
استانداردی بسته شده. متاسفانه از اون زمان تا الان هیچ موقع هیچ گونه فشاری به دولت افغان وارد نکردم بابت پرداخت حقابه، چون یک عهدنامه بین المللی هست به تصویب رسیده هم ایران و هم افغانستان و قابل پیگرد هست در جوامع بین المللی، به این شکل نیست که بخواد حقابه را نده. و الان جدیدن اومده باید دولت مثلا از هر طریق فشار میورد که حتی کارشناسان ایران برن اونجا بازدید کنن ببینن که آیا گفته افغانستان سد داره، سدهاش پر آب نیستن، خشکن، چطور به چه وضعی هستن. حتی عهدنامه عنوان شده که اگر خشکسالی پیش بیاد باز هم کارشناسان دو کشور میشینن با هم بحث و گفتگو میکنن، حقابه را باز حالا کم ترش میکنن ولی نه اینکه به صفر برسوننش. این هم هست جز شرایط، ولی متاسفانه تا الان افغانستان کار نکرده. حدود 10 روز پیش نماینده ایران در اونجا آقای کاظمی قومی اعلام کرد که قراره حالا یکی از ایران برن اونجا بازدید کنن، که تا الان البته خبرش نشده که آیا رفتن و به چه نتیجه رسید. یک مسئله دیگه که الان پیش اومده، مردم گفتم آب شرب و آب کشاورزی هم پابند همین منبع کردن، حالا منبع دیگری براش پیش بینی نکردن. یک مسئله دیگه که الان در این مناطق پیش اومده، بحثی که هشت ببینید مصرف بیش از حد آب و سدهایی که حالا هم کشور افغانستان ایجاد کرده هم خود ما، و متاسفانه روی هیرمند بحث اساسی که ما داریم زمانی که سد، حالا بحث سد کجکی چون قبلا بوده میشه گفت حالا اونا میزنیم کنار، ولی سد بند کمال خان تو این چند سال اخیر ساخته شده و کاملا ایران متعه بوده و گفته حاکی از اینه که حتی قسمت حالا اعظمی از سیمان این صدام خود ایران داده، پس مطلع بوده و میتونسته طبق این اهدام کاملا قانونی اقدام کنه و جلوش را بگیره و این کارم و باعث شده این تنش‌ها به وجود اومده. بحثی هم که هستش ببینید اون قسمت هم دولت خود دولت ایران خب هم به طبع کشورهای دیگه خیلی چی ندارن، تمایل دارن خالی باشه، خالی از سکنه باشه تا بیشتر افراد اونجا باشن. در حال افرادی که اونجا هستن شاید به صورت قومی قبیله‌ای زندگی میکنن، وقتی که خارج بشن توی سطح کشور پراکنده میشن و قابل کنترل تر هستن. در کشور هم خب یک مرز خالی افتاده دست کشورهای دیگه، اگر بخوام یه وقت روی کشور مانوری انجام بدن به راحتی میتونن انجام بدن. یک بحثی هم که هستش دولت ایران میتونست حتی با تسویه آبها که به هدر میره، تصویر آبهای حالا نتیلا به اون شکل نیشه تصویر کرد، ولی آب بقیه آبهای هدر میرن و وارد حالا دریا یا قابل استفاده نیستن. این آب هم میتونست تصویر کنه و مقداری از آب تصویر شده را برگردونه به سیستم، که متاسفانه این کار هم انجام نمیشه در ایران. این کارها را میتونست انجام بده، برای این کار که متاسفانه تا الان نکرده. خب یکم بحث حالا جان ماهی های ما هست که جان ماهی های صنعتی و صنایع آب بر غلطی داریم ایجاد میکنیم. حالا توی این منطقه خب خیلی کمتر این حالت، ولی خب هست جاهای دیگه هست که باعث میشه. الان بحثی که داره پیش میاد میخواد که آب از دریای عمان شیرین کنن و به این منطقه برسونن، که خب این جوابگوی آب شرب کشاورزی هستش. آب شرب هست کشاورزی کنه، آب شرب میشه. در اصل آب کشاورزی که مهمترین چیز هست برای اون مناطق باز مسئله داره و میمونه. همون آبم که بخواد شیرین کنه با اون هزینه های که آب باید شیرین بشه و لوله کشی بشه و هزینه های دیگه داره که باید بیاد، و از اون برم چون مناطق بیشتر کشاورزی و دامداری میکردن، خب نمیتونن فقط بحثشون آب شرب نیست که فقط با آب شرب زندگی کنن، بحث کشاورزی پروری داره از بین که خب مجبور به کوچ میشن به مناطق دیگه. اتفاقی این مدت هیچ کاری مراشون نشده و با این روالی هم که پیش بینی میشه، خود نماینده خود مناطق پیش بینی میشه و خیلی وقت عنوان میکنه، هیچ کاری نمیکنن و هر سری هم بحثی که هست افغانستان میگه من آب ندارم حقابه را رعایت میکنم. الان بحثی مهمی که پیش اومده دوباره توی شاید یک سال گذشته که طالبان روی کار اومدن تو افغانستان، بحث تبادل اقتصادی که با ایران دارن به خاطر تحریمی که ایران با کشورها داره. افغانستان خود عدد ارقامی که خود دولت ایران داره اعلام میکنه میگه حدود 1.8 میلیارد دلار تبادل
تجاری داشته با کشور افغانستان. خب بیشتر ما صادرات داریم تا واردات نداریم به افغانستان. پس ببینید تو این وضعیت تحریم و میشه گفت بیپولی دولت، عددی 8 میلیارد پول خوبی بوده برای این کشور که به راحتی میتونه براشون صادر کنه با کمترین هزینه و یک پولی بتونه. و الان بحثی که میکنن که خیلی میشه گفت که بحث شاید اصلا هیچ عنوانی شاید براش نشه گذاشت، که نماینده ایران آقای کاظمی قومی داره عنوان میکنه که حالا به نوعی سفیر ایرانه در اونجا، میگه که ما با افغانستان روابط خیلی خوبی داریم از نظر اقتصادی و مهمترین روابطی هم که داریم پیش بینی کردیم برای سال 1404 که میخواییم تولید فولادمون به حجم زیادی بالا ببریم. خب این تولید فولاد سنگ آهن که افغانستان بهترین معادن سنگ آهن داره که از اونجا سنگ آهن بیاریم ایران، آب شیرین حالا اینجا رو اون دیگه عنوان نمیکنه، آب شیرین خودمون رو بدیم به کارخونه های فولاد تولید کنیم به قیمت خیلی نادر بفروشیم به دیگران، صادر کنیم به کشورهای همسایه که نتونیم حتی ارزش رو مملکت کنیم. متاسفانه با این دیدها فکر نکنم ایران حقابه بتونه از کشور افغانستان بگیره. فقط باید امیدوار باشیم به سیلاب و شاید بارندگی شدید اگر اتفاقی بیفته. یه مسئله که هست، همیشه به نظر من تو سالیان اخیر مشکلات آب کلا تو ایران وجود داشته و حالا هر با گذر زمان به نظر مشکلات دارن بیشتر میشن، ولی به نظر من یک موضوعی که لازم بود راجبش بحث بشه این که اگر اصلا سدی احداث نمیشد و این خشکسالی بود، اصلا اون رود وجود نداشت یا انقدر آبش کم بود که اصلا به ایران نمیرسید، اون موقع واقعا چاره چی بود؟ یعنی واقعا به نظر من باید یک پیشبینی خیلی اساسی تری در واقع دولت انجام میداد که الان وضعیت در واقع انقدر بحرانی نمی بود. دوستم که نظر شما رو در این باره بدونم. الان خب همین بحثی که داره پیش میاد روی حریر روده که میگم حالا زیاده میشه به خاطر اینکه فعلا منطقه بزرگی را تحت شعاع قرار نداده. خب حریر رود نزدیک 40 اگر درصد بندی کنیم نزدیک 30-35% این حریر رود و برداشت آبش توی کشور افغانستانه، نزدیک 40% داخل خاک ایرانه، ما بقیش تو ترکمنستان، چون حجم از نظر برداشت و تو مساحت رودخونه خیلی زیادش داخل ایران هست. روی اون بحثی نمیشه با اینکه کم آبی اون بیشتر از حتی هیرمند هستش. بحثایی که هستش خب خدمتتون گفتم هیچ موقع دولت قبل یه سری مشکلات داشته که حالا ما وارد اون نمیشیم، حالا خوبش یا بدش، هیچ موقع فکری برای این نکرده، چون همیشه گفته خب آب که هست رودخونه به این عظمت بزرگتر یکی از بزرگترین رودخونه هست پول و با این حجم آب داره میاد و ما استفاده میکنیم. از این طرف هم بعد از اونم خب انقلاب شد در ایران، جنگ شد، بعد از جنگ هم خود به خود هیچ کس به سمت مناطقی مثل سیستان یا اون مناطق وارد نشد توی هیچ زمینه ای مناطق. یک مسئله هم که بحثایی هم که اونجا هستش خب یکی اینکه منطقه مرزیه، دو اینکه مناطق هستن که خب از نظر مذهبی هم با اصل دولت در حال مشکلاتی هست از نظر مذهب. همه اینها باعث شده که به یک چشم دیگه به نوعی میشه گفت یک فرزند خونده بهش نگاه میکنن به اون مناطق با اینکه یک قسمت از خاک ایران و تا الان هیچ فکری براش نکردن و خیلی از کارشناسان ما و خود دولت مردان هم میدونستن که امکان داره اتفاق بیفته. ببینید موارد میگم خدمتون، چون از ابتدا این آب بوده هیچ نمیدن کشاورز آموزش بدن و آب بهینه استفاده کنن، بیان پیش بینی چنین روزی رو بکنن با اینکه میدونستن آب بسته است به کشور افغانستان، داخل خود خاک ایران هم نیست و متاسفانه هیچ گونه پیش بینی براش نکردن، در صورتی که میتونستن پیش بینی بدن، همونطور که چاه نیمه ها را ایجاد کردن میتونستن آب استفاده کنن، کشاورزا را آموزش بدن و اگر هم میخواستن قسمتی از آبی که الان خدمتتون میگم شیرین آب شیرین و سهم فولاد و کارخونه‌های دیگه میکنن میتونستم برگردونم و آبشو به این منطقه بدم، متاسفانه این کارو انجام نشده. درسته، متاسفانه همونطور که شما گفتید
ایران مواجه هست با عدم مدیریت بحران در همه چیز. حالا آب که دیگه بیشتر از همه و متاسفانه بازخورد بدتر و سختتری به نظر من در جامعه داره، به خاطر اینکه ما الان سالیان دراز هست که داریم میشنویم که قرار کره زمین اصلا با بحران بیابی مواجه بشه و خیلی سال پیش میشد که به این موضوع اندیشید، راهکاری براش پیدا کرد که امروز روز الان ما با این موضوع مواجه نباشیم. من یک جمله خیلی جالب خوندم در جواب در واقع به دولت ایران که طالبان گفتن ایرانی ها دعا کنند باران ببارد تا از سرریز آنها به آنها آب بدهیم. خیلی هم جالب واقعا میگم این حقابه بود که باید رعایت میشد که نشد. و نکته جالبتر اینه که همونطور که شما فرمودید این جمهوری اسلامی به راحتی میتونست از حقش در واقع دفاع بکنه به لحاظ قانونی، که این کار رو هم متاسفانه نمیکنه و باید ببینیم که پشت پرده در واقع این همه اتفاقهای عجیب چه میگذرن. بگم این بحث خب بیشتر حالا بحث سیاسی هم هستش. به هر حال اینطور موارد کشورها ببینید آخرین از نظر ما از نظر خب بحث جایگاه نظامی همه میدونن که ایران بسیار بالاتر از افغانستان هست. واقعیته افغانستان اصلا هنوز که هنوز یک دولت کاملی نداره، یعنی کشوری نیست که بتونه کشور خارجی وارد جنگ بشه با هم. حالا خب شورا زمان باهاش درگیر بود، بحث ها اون زمان فرق میکرد، کشورهای دیگه هم نمیخواستن که خب شوروی وارد اونجا بشه و افغان ها اون زمان باز یک پارچگی بهتری داشتن، ولی الان افغانستان نیست اگر با همسایه وارد جنگ بشه نمیتونه تحمل بکنه، خصوصا طالبان به شکلی است که مردم خودشون طالبان به نوعی رضایتی ندارن. یعنی اگر یک کشور همسایه به طالبان حمله کنه از اون طرف طالبان وسط درگیر میشن. حتی دولت باید در اینطور موارد به نظر بنده از جوامع بین المللی فشارشو بیاره و اگر نتونه و جوابگو نباشه تمام باید مسائل سیاسی و اقتصادیش کلا با افغانستان قطع کنه. یعنی قید همون 1.9 میلیارد دلار اگر ایران یک سال بزنه تا برای ایران باز خواهد شد، چون افغانستان راهی به غیر از این نداره. جنگی هم که میگم خدمتون بحث نظام اون دیگه خاله گزینه آخره، ولی میتونست ببینید حتی آقای رئیسی یک تهدید کوچیکی اینها را کرد ولی متاسفانه عقب نشینی کردن، در صورتی که به نظر شخص بنده باید ادامهش میدادن تهدیدات، نه به صورت نظامی ولی باید ادامه میداد. کافیه یک هفته به افغانستان سوخ ندن، ببینید سوخ به راحتی به افغانستان میشه چون با تانکر وارد افغانستان میشه، به هر نقطه افغانستان بخوام میبره، چون افغانستان هم نمیتونه سوخت انبار کنه، نمیتونه با کشتی ببره تو کشور خودش، ولی مجبور با تانکر ببره. خب مجبور با تانکر ایرانی بره، وقتی بهش سوخ ندی بهترین گزینه الان براش سوخته، میتونن جلوشو ببندن، مواد غذایی بهش ندن، ولی متاسفانه این کار انجام نمیشه چون که نمیخوان که انجام بشه. این مسائل مسلما بحث نخواستن هست، وگرنه که خیلی هم عالی. من کامنت ها با اجازهتون باز کردم، اگر دوستانی که توی لایف حضور دارن سوالی هست که در مورد موضوع بپرسن از مهمانمون کامنت ها بازه، ممنون میشم اگر سوالی دارید بپرسید، وگرنه که جناب سامانی ما میتونیم جمع‌بندی کنیم بحث رو و جلسه به پایان برسونیم. در واقع در خدمتتون هستم. خیلی خب متاسفانه با مشکل مواجه شدیم. من پایان برنامه امروز خدمتتون اعلام میکنم. ممنون که با ما همراه بودید. متاسفانه آقای سابانیو از دست دادیم. حالا من سعی میکنم که یه بار دیگه براشون ریکوست بفرستم اگر حرف پایانی دارن بزنن، در غیر این صورت که اگه موفق نشدن من لایو رو به پایان میرسونم. خیلی هم عالی، ممنون از شما عزیزان که در این برنامه حضور داشتین.
یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که میتونید ما را از طریق وبسایت کانون دنبال کنید، پلتفرم های ما را دنبال کنید، در صورتی که مایل به همکاری با ما بودین از طریق سایت کانون حتما مشخصاتتون رو برای ما بفرستید. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.